کویس بذار بذار شما حتمی میخوای بذار بذارش بذار جلوتر جلوتر لایویم. خب بگو سارا جان آخه بی سر و صدا نمیری خواست سوتی جمع کنم. آره خب فقط من که نباید تو لایو هم سوتی بدم که نه ما هم زیاد میدیم نگران نباش. اوکی خب سارا جان ما در خدمتیم. سلام 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 به همگی. پارا جان ندا جان سلام، امیدوارم خوب باشید. امروز یه دونه لایو متفاوت داریم. میخواییم در مورد سرویس جدیدی که وارد کامیونیتیمون شده بیشتر توضیح بدیم برای عزیزان. امیدوارم که بتونیم یه سری اطلاعاتی که یعنی بتونه بهتون کمک بکنه رو بهتون بدیم که چه اتفاقات جالبی داره توی کامیونیتی ما میفته و ازش عقب نمونید. ندا جون جان آره دیگه من ما سارا جون خودمون رو معرفی هم نکردیم. البته دیگه ما اینقدر لایو اومدیم و دیگه تو پیج هم دیگه بودیم و به حال مدت هاست که سارا جون داریم با هم دیگه کار میکنیم و فکر میکنم دوستانی که حالا دارن ما رو فالو میکنن میشناسن ما رو. حالا برای دوستانی که تازه وارد پیج ما شدن، حالا چه شما چه ما، من ندا هستم. من فاران هستم و همونطور که سارا جون گفت ما امروز میخوام در مورد یک پلتفرم جدید یا یک پروداکت جدیدی که به تازگی حدود دو سه هفته هستش وارد کامیونیتی ما شده امروز با هم دیگه صحبت بکنیم و یه سری اطلاعات بسیار عالی و هیجان انگیز. این پروداکت ما خیلی هیجان انگیزه. من کیف میکنم وقتی در مورد صحبت میکنم و واقعا دوست دارم که دوستان عزیزی هم که دوست دارن که اطلاعات بیشتری رو بدونن به ما بپیوندن و ما سعی میکنیم که این عزیزان رو کاملا آگاه بکنیم از این شرایط، از این پروداکت و شرایط ورود و خیلی از مسائلی که امروز با هم دیگه صحبت میکنیم. امیدوارم که حالا استفاده بکنن و اگر هم که دوست داشتن جوین بشن و با هم دیگه بهتر کنیم. خیلی هم خوب. یه دونه چی بهش میگن سفر بوک میکنیم و همگی با هم، چرا که نه. اول از همه من اینجا بگم که ما اصلا ترابل ایجنسی نیستیم. ما هیچ قرار نیست که چی بهش میگن بیایم تیکت ارزون تر بفروشیم، چون این یه خورده کانفیوژن میکنه که ما اصلا هیچ ارتباطی با ایجنسی های ترابلینگ یا اینکه حالا بخوایم تیکت ارزون تر بفروشیم بیاین از ما بخرین و اینا نداریم. اصلا این موضوع جدا هست. ما همچنان داریم یک بیزنس اپورتونیتی رو معرفی میکنیم و فقط یک پروداکت جدید رو داریم معرفی میکنیم، یک سرویس جدید رو داریم معرفی میکنیم. ندا جون نظر در مورد ترابلینگ اصلا چیه؟ آیا که شما مثلا وقت کافی، باجت کافی برای ترابل کردن دارین که مثلا دو بار در سال، سه بار در سال یک سفری برید که هم تایم بهتون اجازه بده، هم به هر حال باجتش رو داشته باشید که سه چهار بار یک سفر 5 ستاره عالی در سال برید؟ اتفاقا سارا جان خیلی سوال خوبی کردی. ببین من و فاران، حالا پسرم هم تو، ما عاشق مسافرت کردن هستیم، ولی همیشه یه محدودیت هایی برای ما توی زندگیمون وجود داشته و یکی از دلایلی که من همیشه عنوان میکنم که چرا وارد آنلاین بیزنس شدم این بود که من و فاران هر دو چون بیزنس آفلاین خودمون رو داریم، خب شرایطمون خیلی سخت بود برای اینکه بخوایم مثلا سفرهایی رو بریم و از قبل اینا رو بوک بکنیم. نمیدونم میدونی، هم از نظر تایمی برامون خیلی مشکل بود که یک زمان رو ست بکنیم، به خاطر مجبور بودیم فقط مثلا تو اسکول هالیدی ها یا تو پابلیک هالیدی ها مثلا یه طوری برنامه جور بکنیم و بخوایم یه مسافرت های خیلی شورت و کوتاهی رو بخوایم بریم. خب یکی از عمده ترین دلایلی که من وارد این آنلاین بیزنس شدم به خاطر این بود که بخوام دنبال یه فلکسیبیلیتی باشم و بخوام این شرایط مالی برای من مهیا باشه که بتونم یعنی به یک فاینانشال فریدمی برسم که بتونم سفر زیاد بکنم. خب
این دلیل عمده من بود برای ورود به این اپورتونیتی آنلاین. حالا قضیه اینجاست که ببین سارا جون، این پلتفرم جدیدی که توی آنلاین بیزنس ما اومده شرایط رو برای سفر کردن برای تمامی اقشار جامعه مهیا میکنه. خب خیلی از ماها هم توی گفتم مشکل تایم داریم، خیلی از ماها عاشق این هستیم که بخوایم مسافرت های به قول شما 5 ستاره بریم، مسافرت های لاکچری بریم، سوار کروز بشیم، یا خیلی از امکاناتی که خیلی از افراد میتونن ولی اقشار متوسط جامعه نمیتونن. خب این اپورتونیتی الان برای ما وارد این کامیونیتی ما شده که افرادی که در واقع جوین میشن به کامیونیتی ما، این براشون مهیا میشه که بتونن با شاید بگم فرکشن آف کاستی که در واقع یک سفر خیلی خوب داره، بتونن با یک هزینه بسیار پایین مسافرت بکنن. این امکان براشون وجود داره که توی لولی بتونن اصلا مجانی سفر بکنن و حتی اینکه بتونن با سفر کردن و از سفر کردنشون کسب درآمد هم بکنن. یعنی چی میتونه واقعا از این عظیمتر باشه، از این اپورتونیتی بهتری باشه که یک کامیونیتی با در واقع جوین شدن با سابسکرایب کردن تو یک اپورتونیتی شما بتونید تمام این چیزها رو به دست بیارید و این به نظرم فوق‌العاده است. حالا اگه فارا میخواد چیز اضافه بکنه. نه دیگه، منم همونا که ندا گفت من خیلی تایید میکنم و اینکه خب به هر حال منم موافقم دیگه. در نهایت به قول معروف در آخر قصه میگن هپی وایف هپی لایف. آره، مسافرت بیشتر بکنه خوشحالتر باشه، لایف خوشحالتره. واقعیتش هم همینه. دقیقا. حالا منم اینو بگم که خب کی، یعنی اصلا شما کی ازش بپرسید که آیا سفر دوست داری و بگه نه؟ خب همه ما دوست داریم که سفر بریم، ولی خب همونجور که گفتیم کلی لیمیتیشن وجود داره که ممکنه که حالا ما رو از اون سفرهایی که دوست داریم باز بداره. سابسکریپشن برنامه هایی که میتونی سابسکریپشن کنین و کلی حالا پوینت و اینا بگیرین خیلی زیاده. خب ممکنه حالا در مورد تراولینگ حتما هست، ولی کن این پلتفرم تفاوتش با بقیه اتفاقاتی که داره میفته این هست که شما میتونید ازش کسب درآمد بکنید و این تنها پلتفرمیه که اجازه میده که از طریق ترابل کردن شما کسب درآمد بکنید و یکی از هدفهای بسیار مهم این پلتفرم این هست که میگه که تمام افراد اقشار جامعه با هر درآمدی، با هر شغلی، با هر شرایطی باید بتونن که بهترین سفرها رو داشته باشن و این هدفشون بوده که اومدن این پلتفرم رو درست کردن و به نظر من یکی از، یعنی بهترین، که یکی از، چون اصلا وجود نداره دیگه شبیه این پلتفرم، ولی بهترین پلتفرمی هست که شما میتونید ازش استفاده بکنید و اصلا استایل زندگی آدم تغییر میکنه با یه همچین پلتفرمی. حالا که مقدار بریم وارد جزئیات بشیم که این پلتفرم اصلا چجوریه، مثلا به چند تا کشور میتونیم سفر بکنیم، چجوریه سفرها، چجوریه، یه مقداری اگر که توضیح بدین در مورد. حتما. اینطوری که در واقع اعلام شده، دوستان عزیز ما میتونن به 194 کشور دنیا مسافرت بکنن. یعنی سارا این واقعا اپورتونیتی فوق‌العاده است که به همه آدم‌ها این امکان رو میده که سفر دنیا داشته باشن و هر سالی یک بار یا سالی دو بار بستگی به شرایطشون، بستگی به تایمشون و باجت و اون در واقع پوینت‌هایی که میگیرن و چیزهایی که بیزنسشون بهشون اجازه میده، میتونن این شرایط رو برای خودشون مهیا بکنن که سالی دو بار یا یک بار بتونن سفرهای دور دنیا برن. چطور؟ مثلا من انتخاب میکنم که امسال برم مکزیکو بگردم. خب حالا میگردم توی اون شرایطش ببینم که چه تاریخی،
مشخص شده که مثلا سفر مکزیک است با کروز، یا من اصلا میخوام برم هتل از هتل دو ستاره تا هتل پنج ستاره هست، من اگر که حالا دوست ندارم اونجوری میتونم ریزورت بگیرم. یعنی آپشن های مختلفی رو به افراد میده که بتونن با اون باجت و با اون پوینت هایی که دارن بتونن سفر بکنن. ممکنه که مثلا من توی اون پیریود زمانی مثلا نتونم حالا یه کروزی که دلم میخواد رو برم، ولی خب برای من مهیا هستش که بتونم توی کشور دنیا بهترین ریزورت رو بگیرم یا بهترین هتل رو بگیرم. و حتی با توجه به باجتشون از هتل دو ستاره تا هتل پنج ستاره، توی 5000 هتل در واقع هتل و ریزورت و کروزهای مختلف که میتونن آپشن های مختلف هست، میتونن به اساس همونطوری که گفتم تایمشون و باجتشون این رو مشخص بکنن و برن مسافرت بکنن و کیف بکنن. و در واقع این بر اساس مموری بیلدینگ ساخته شده. همه ما آدما زیباترین خاطرات زندگیمون توی سفرهامون، زیباترین عکسامون، همه چیزمون در زمان سفرمونه. میدونی این تا آخر عمر برای ما همیشه خاطرات زیباش باقی میمونه. حالا در این حال که این شرایط برای ما مهیا شده که ما بتونیم یک لایف استایل بهتری داشته باشیم، آدمای خوشحالتری باشیم و در این حال بتونیم درآمد کسب بکنیم. اون چیزی که شما گفتی سارا جان یک مسئله بسیار مهمیه. یعنی شما دیگه نگرانی نداریم که اوکی من این رو این بیزنس رو شروع میکنم، این با وارد شدن به این اپورتونیتی نه تنها میتونم یک خاطرات بسیار زیبایی رو برای خودم و برای فامیلی خودم بسازم، در این حال میتونم ازش کسب درآمد هم بکنم و این فوق العاده است. و من فکر میکنم که بهترین زمان همین زمانی بود که این اپورتونیتی وارد این کامیونیتی شد. بعد از کرونا خیلی از ماها هنوز فرصت نشده که بریم یک مسافرتی و اون دو سه سالی که گذشت رو جبرانش بکنیم و من فکر کنم که الان بهترین موقع است که بتونیم از این اپورتونیتی استفاده بکنیم، برنامه ریزی بکنیم و بتونیم به هر حال یک سفری بریم و از اون سفر کسب درآمد بکنیم. ندا جون من میخوام که یه مقداری در مورد حالا این که مثلا افراد اصلا این پلتفرم چجوری کار میکنه، افراد وقتی که میگیم سابسکریپشن بیس خب اون پولشون چی میشه، اون پول ماهیانه‌ای که پرداخت میکنن چه اتفاقی براش میفته، آیا چطور اصلا میتونن اعتماد بکنن که این پولی که دارن پرداخت میکنن بابت سابسکریپشن اینا یه جایی برای اینا سیف میشه و اون درآمدی که ازش دارن هم سیف و خیالشون راحت باشه که اینا همه به هر حال تا همیشه دسترسی دارن بهش. فارام بگه اینو من بگم. حالا قبل از این من یه حالا توضیح کوچیک راجع به اون چیز بدم. توضیح که نه که گفتین که بریم سفر بکنیم و از سفر کردنمون کسب درآمد، فقط اینو من یه روشن کنم که این منظورمون این نیست که بریم هر چقدر سفر بیشتر بریم پول بیشتر به ما بدن. اینطوری نیست که پامونو بذاریم توی سفر یا هتل یا هر جایی بعد بگم بیاییم پول. این نه، منظور اینه که در این حالی که سفر میکنیم اون این بیزینس هم برای ما کار خواهد کرد و حالا کسب درآمد میکنه. بعد راجع به این حالا پوینت ها و حالا سابسکریپشن و اینا، شما به ازای هر مبلغ سابسکریپشن پولی که میدی هر ماه، دو برابرش به شما پوینت به دلار آمریکا در نظر میگیرن میذارن توی حساب الکترونیک والتتون، یعنی ای والتتون. به خاطر همین شما به هر حال به تعداد ماهایی که حالا پرداخت میکنین بابت حق آب و مان، حالا به قول معروف ایرانیش میگن، شما دو برابر اون پوینت دریافت میکنین، سیو میشه براتون. و در کنار این حالا طرح یه طوری هست که شما میتونین بجز این پوینت ها پول هم دریافت بکنین، یعنی کسب درآمد بکنین، که خیلی جالب بود. امروز من خودم ایوالت هم و اینا رو تنظیم کردم و کانکت کردم به پیپالی که داشتم و پول رو تونستم ترانسفر کنم به حسابم. اینم خیلی جالبه که شما حالا میگم بر طبق اون پلان باید با منتور و با کوچشون صحبت کنم، بهشون توضیحاتشون رو میدن که شما چطوری میتونین کسب درآمدتون رو شروع کنین با این کار. و از نظر اطمینان هم خب حسابهایی که برای شما باز میشه حسابهای بین‌المللی و معتبر مثل پیپال
ای بی باش کار میکنه، آمازون کار میکنه، همه کل دنیا داره با پیپال سالیان سال کار میکنه. من خودم اینو انتخاب کردم، یعنی توی لیستی که به من معرفی شده بود 4-5 تا از ای والت های مشهور دنیا بود که یکیش همین هایپر والت بود. فکر میکنم هایپر والت اصلا مال پیپاله، جز شرکت های زیر مجموعه پیپاله. به محض اینکه رفتم اکانت بسازم خیلی جالب بود، فکر میکردم اینو باید بسازم بعد ترانسفر کنم تو پیپال، اصلا مستقیم رفت تو پیپال خودش، اصلا گفت این مال پیپاله. به خاطر همین از نظر حالا سیف بودن پول که خب مثل بانک میمونه پیپال، و از اونورم میتونین راحت وقتی کارت خودتون رو واردش کردین میتونین پول رو بردارین و مطمئنن خیلی سیفه، یعنی شاید خیلی سیفتر از خیلی از حسابای الکترونیکی بیرون باید باشه. حالا سارا جون، مرسی فاران، خیلی توضیحات کاملی رو داد در مورد این قضیه. یه چیز دیگه هم هست که سارا جون من میخوام که تو بگی. من داشتم که در مورد این قضیه با یکی از دوستام که صحبت میکردم، دوستم گفت حالا از کجا مطمئن باشیم که این مقدار پولی که داریم میدیم یه جایی سیفه؟ یعنی پولی که دارم میدن، حالا فاران در مورد قسمت این که تو درآمدی که داری کسب میکنی صحبت کرد که چطوری به چه شرایطی اینا پول رو به حساب تو پرداخت میکنن. حالا سارا تو این قسمت بشو توضیح بده که این در واقع همونطور که فاران گفت آبومان هایی که اینا میدن. یه چیز کوچیکم یادم رفت، البته همونجا رجیستر هم اگه بکنیم براتون ویزا کارت فیزیکی هم فرستاده میشه که من امروز رجیستر کردم، خیلی جالب بود، خیلی تا الان چیز نداشتم، یعنی لازم نداشتم، امروز گفتم بگیرم بده، چون اون ترانزکشن ها یا اون حالا کارمزدی که موقع ترانسفر میکنین با این کارت فیزیکی این ویزا کارتی که میریم خرید میکنیم این همون براتون میاد، هزینهاتون خیلی، یعنی میشه گفت هیچ هزینه ای از شما نمیگیرم، فقط یه بار بابت اون کارت هزینه میدین، خیلی هم جزئی یه دلار خورده ای بود فکر میکنم برای اکتیویشنشه، و بعد همون رو میتونین برین هر جایی هم استفاده بکنین. درسته. خب حالا سارا جون اون سوال منو شما جواب بده که حالا این در واقع پول هایی که میدن از کجا این و این پوینت هاش اینا چجوری سیو میشه و حالا از کجا مطمئن باشن که این تو یک جای امنی براشون، چون یه صحبتی کردیم گفتیم که انگار که شما پول سیو میکنید یه جای دیگه، انگار که مثلا پول حالا به جای اینکه توی بانک سیو بکنید شما دارین یه جایی سیو میکنید، تازه بهتون پوینت هم میدن، درسته؟ حالا این از کجا مطمئن بشن که دوستانمون که این یه جای سیفه و هیچ مشکلی براش ایجاد نمیشه؟ اینو بگیم. پلتفرمی که ما داریم اینشور شده با تراست مای تراول و این تو همه کشورها شناخته شده هست. اگر که برید گوگلش بکنید این کمپانی اینشورنس کمپانی هایی که مربوط به تراولینگ هستن رو اینشور میکنه و شما تمام مبلغی رو که تمام مبلغی از یک دلاری که پرداخت میکنی تا هر چقدر رو برای شما اینشور میکنه و حتی 1% ورست سناریو اگر که اتفاقی بیفته این کمپانی اینشورنس تمام مبلغی که شما پرداخت کردین رو بهتون پرداخت میکنه، باز پرداخت میکنه. و چی میخواستم بگم؟ آها، یعنی اینکه شما دارید یک مبلغی رو ماهیانه پرداخت میکنید برای انگار یه قلکی دارید که این قلک دو برابر میشه، یعنی هر چقدر شما پول توش بریزینید قلک دو برابر میشه. بنابراین به نظر من این یک اتفاق خیلی خوبه که شما یک جایی رو دارید که دارین یه سیوینگی میذارین برای ترابل خودتون، یک جای بسیار مطمئنیه که اینشورنس هم شده پولتون و این مبلغی که شما دارین پرداخت میکنین هر ماه هم دو برابر پوینت به شما میده. یعنی اگر شما مثلا ماهیانه $100 پرداخت میکنید به ولیو $200 به شما پوینت تعلق میگیره. حالا این در کنار اون درآمد پولی مبلغی هست که شما دارین، در کنار شما هر پوینتی که هر مقدار پولی که پرداخت میکنید دو برابر به شما پوینت پرداخت میشه و میتونید اونا رو زمانی که میخواین ترابل بکنید و میخواین بوک بکنید از اون پوینت ها استفاده بکنید.
جواب دادم. دقیقا همین، من هم خواستم به همین نقطه اشاره بکنم که همون در واقع اون trust my travel، مبالغی که شما میپردازین رو کاملا اینشور میکنه و کاملا یه در واقع توی یک صندوق سیف بدونین که یک دلار از پوینت شما کم بشه برای شما آماده است و شما تا اندازه‌ای که در واقع پوینت دارین هر سال میتونین تا حد امکانش تا همون مبلغ کاملا سفر بکنید بدون هیچ مشکلی و زودتر بوک بکنید و مسافرت‌های خاطرانگیزتون رو داشته باشید. و اگر توی قسمتی باشید که بخواید به صورت بیزنسی این کار رو انجام بدید که همینطوری برای شما پول هم میاد و حتی این قابلیت رو داره که اون فیهای ماهیانه‌ای که شما میدی کاملا بتونه ویو بشه. ویو شدن به این معنی هستش که وقتی که شما بیزنسش رو میدین و افراد به حال اینوایت میشن به این بیزنس، اون مبالغ هم کاملا ویف میشن و شما دیگه حتی مجبور نیستید که اون مبالغ ماهیانه رو بپردازید. اینجا هستش که دیگه یه طوری برای شما پیش میاد که دارید در واقع مجانی سفر هم میکنید. دقیقا همینجوره. من یه توضیحی هم اینجا بدم، یه مثال بزنم برای که بعضی موقع حالا یه سری افراد برشون دوباره اینجا سوال پیش میاد که خب چی شد مثلا در مورد بیزنس آنلاین و سوشال مدیا مارکتینگ صحبت میکردین یهو اومدین سراغ تراولینگ. ما همچنان داریم سوشال مدیا مارکتینگ انجام میدیم، همچنین داریم با سیم کامیونیتی کار میکنیم. شبیه این میمونه که مثلا شما میرید توی فروشگاه کفش فروشی، 100 مدل 50 مدل کفش وجود داره اونجا و هر کدوم خواستید انتخاب میکنید. حالا اینم دقیقا همین جوریه که این کامیونیتی ما محصولات و سرویس های مختلفی داره و شما میاید با اون لایف استایلتون این آپشن ها رو هر کدوم که دوست داشتید انتخاب میکنید و بیزنستون رو با اون سرویس شروع میکنید و کسب درآمد میکنید. راه هر، یعنی راه همه، راه تبلیغات، راه درآمدزایی از این سرویس ها همه از راه سوشال مدیا هست، هیچ فرقی نمی کنه و هیچ چیز خاصی توی بیزنس ما تغییر نکرده، فقط دیولوپ شده، فقط اینکه این سرویس بهش اضافه شده. و یکی از دلایل خیلی مهمی که این سرویس اضافه شد به خاطر این بود که افراد وقتی که میخوان که بیزنس آنلاین خودشون رو شروع بکنن این آپشن رو داشته باشن که با هر مبلغی باجتی که دارن حتی زیر $500 شما بتونین سرمایه گذاری بکنید و از این سرمایه گذاریتون کسب درآمد بکنید. بنابراین ما الان آپشن های خیلی بیشتری داریم برای افرادی که میخوان وارد این بیزنس بشن. باجتشون اگر که پایین هست، این قسمت تراولینگ با شما با یک باجت خیلی پایین میتونین شروع بکنید، با یک سرمایه گذاری خیلی کم، میگم زیر $500 میشه دیگه، به پول شما هم حدود $500 میشه، شروع بکنید و از این موقعیت عالی کسب درآمد بکنید و کلی کنارش چی بهش میگن اپورتونیتی های مختلفی براتون به وجود میاد که میتونه طرز زندگیتون رو عوض بکنه رو به بهتر شدن. دیگه من نمیدونم باید چی بگم دیگه. یعنی کنار کفش فروشی کیفم آورده، اون کفش فروشی کیفم آورده، یعنی میری کفش بخری میبینی گرون کیف برمیداری میای بیرون. آره سارا جون خیلی به نکته قشنگی اشاره کردی. در واقع این کامیونیتی همونطور که گفتی داره شرایط رو برای همه افراد مهیا میکنی که بتونن در واقع آنلاین بیزنس خودشون رو ستاپ بکنن. حالا هر آنلاین بیزنسی یه پروداکتی داره، ما پروداکت قبلیمون در مورد هلث بود، حالا یه پروداکت جدیدی، یه پلتفرم جدیدی وارد این بیزنسمون شده که در مورد تراولینگ هست و به نظر من خیلی هیجان انگیزه، چون میگم هم فاله هم تماشاست، هم شما کسب درآمد میکنید هم باهاش کلی تراول میکنید و خاطره میسازید و باهاش کیف میکنید. و همونطور هم که تو اشاره کردی و خیلی جالب بود این که بستگی به باجتشون، چون خیلی حقیقتش سارا جان خیلی از افراد وارد بیزنس شدن و واقعا آرزوشون بود که
این بیزنس رو ستاپ بکنن، بیزنس آنلاین خودشون رو داشته باشن، کسب درآمد بکنن، به فاینانشال فریدم برسن، خیلی از چیزا. ولی خب اون باجت اولیه، اون سرمایه گذاری اولیه‌شون برای اون بیزنس ذره کم بود و میگفتن که ما میخوایم الان، ولی شرایط زندگیمون بهمون اجازه رو نمیده که بتونیم این باجت رو یا این سرمایه گذاری رو اول افورد کنیم. ولی خب به هر حال کامیونیتی ما از اونجایی که مرتبا در حال ایمپروف شدن، مرتب داره آپدیت میکنه خودشو، این پروداکت جدید، این پلتفرم جدید رو وارد کرده که دوستانی که حالا دوست دارن بنا به تمایلشون، حالا میگم اون پلتفرم قبلی ما خب درآمدهای خیلی فوق العاده ای رو میده که اصلا قابل مقایسه نیست، خیلی عجیب غریبه، ولی کم که حالا به حال این هم آورده که اینم در نوع خودش پنشن پلان داره، اینم در نوع خودش درآمدهای خیلی خوبی رو میده، آسونتر هست و زودتر میده. تو کلامت ندا جون اینم بگیم که درآمد ماهیانه هم داره. بله بله دقیقا همینطوره. به خاطر همین افراد میتونن با این شرایط شروع بکنن با یه باجت خیلی پایین و حالشو ببرن. در ضمن اینم بگم که اول که حالا ماریا داره میگه که خوبیش این هست که این پوینت هایی که ما میگیریم تاریخ انقضا هم نداره، دقیقا همینطوره، اینا تا همیشه توی حساب شما میمونه و هر زمان که خواستی میتونی ازشون استفاده بکنید. چی میخواستم بگم ای گفتیم دوباره یادم میخواستم بگم پلتفرم ترینینگ داره به زبان‌های مختلف، یعنی در هر کشوری که شما هستید اگر که به زبان انگلیسی مسلط نیستین، مثلا اگر که توی آلمان زندگی می‌کنید و به زبان آلمانی مسلط هستین، میتونید این پلتفرم رو به زبان آلمانی داشته باشید و واقعا این سیستم یک جوری طراحی شده که تمام افراد که توی که حالا ایرانی ها یا غیر ایرانی ها که توی کشورهای زندگی میکنن که شاید انگلیسیشون خیلی حالا که زبان اون کشور نباشه، میتونن اون پلتفرم رو به زبانی که مسلط هستن داشته باشن. البته همه زبان ها نیست، ولی من فکر میکنم مهمترین زبان های دنیا رو داره، فکر کنم 20 تا زبانی هست. نه فکر کنم 8 یا 16، نه کمتر بود، 8 تا 12 تا، بیشتر نیست فکر میکنم. حالا من نگاه میکنم الان حالا تو فارا رو چک بکنه. سارا جان میخواستم همینو بگم حقیقتش، یعنی اگه که تو یادت نمیاد من میگفتم اینو. خب خیلی از افرادی که اومده بودن و با من صحبت میکردن، حالا بغیر حالا خیلی هاشون حرف باجت میزدن، ولی خیلی هاشون اصلا حرف باجت هم نمیزدن، حرف این میزدن که ما انگلیسیمون خوب نیست. اون قسمت کاری که به هر حال ما میکردیم، چون تمام ترینینگ ها به صورت انگلیسی بود، مسترمایند ها به صورت انگلیسی بود، وبینار ها به صورت انگلیسی بود، خب افراد یه ذره پنیک میکردن و یه ذره براشون سخت بود این که بخوان هماهنگ بشن با شرایط و یه ذره موفقیتشون ممکن بود یه ذره سخت‌تر باشه. ولی حالا این پلتفرم جدید واقعا هیچ گونه محدودیت زبانی هم نداره و به هر حال افراد خیلی، ما اولی که تو کشورهای خیلی بیشتری میتونیم این رو ادورتایز بکنیم، هیچ محدودیتی نداره و افراد بدونی که اصلا انگلیسی بلد باشن میتونن وارد این طرح بشن و به هر حال کسب درآمد بکنن و مسافرت کنن و کلی دیگه اتفاقات خوب براشون بیفته. دقیقاً همینجوره. دیگه چی داریم اینجا؟ من دارم حالا این پلتفرم رو نگاه میکنم ببینم که دیگه چه چیزی رو میتونیم توضیح بدیم. چیزی میخواید بگین؟ فقط نحوه ورودش رو حالا با هم دیگه صحبت بکنم، چون همه اینا رو صحبت کردیم ولیکن که خیلی نگفتیم که چطوری. ببینید میخوام بگم که فقط شرایط ورودش هم دقیقا مثل همون شرایط قبلیه. ما آدرس های وبسایتمون رو به حال
توی قسمت کامنت سیکشن میذاریم و شما با همون اسم و ایمیل آدرس خودتون رجیستر میکنید، ما اطلاعات رو اونجا کاملا برای شما میفرستیم، لینک رو میفرستیم و شما میتونید اطلاعات کامل رو در مورد این اپورتونیتی جدید بگیرید. و اگر که ببینید هیچ چیز رو، من بازم دارم میگم، شما هیچ چیز رو از دست نمیدید، فقط میاید اطلاعات رو کاملا میگیرید. اگر دوست داشتید که به هر حال ادامه بدید با ما، که خب به هر حال مراد بسیار هم عالی، ما به عنوان منتور و کوچ شما در خدمتتون هستیم، اطلاعات رو بازم بیشتر به شما میدیم. و اگر هم که دوست نداشتید که هیچ بدون هیچ مشکلی، بدون اینکه اصلا پولی بخواید و جنگی و اینا داشته باشید، به حال خارج میشید و اینکه به حال اطلاعات رو گرفتید. این کلیت مطلب است. دقیقاً. اگرم که به صورت خاص دوست دارید که فقط در مورد تراولینگ بدونید، باید به ما مسیج بدین که ما به صورت خاص در مورد تراولینگ بهتون اطلاعات بدیم. نه نادا جون، دقیقاً نمیتونه، چون دو راه دارن دیگه. اگر که بخوام به عنوان مثلا آنلاین بیزنس به صورت کلی بیان، خب حالا اون مراحلش از مثل همون چیزی که ما همیشه عنوان میکنیم، ولی که اگر بخوان سپسیفیکلی فقط در مورد این شاخه بخوان کار بکنن، که به حال به ما مسیج میدن و ما اطلاعات رو فقط در مورد این شاخه خاص، این پروداکت خاص در اختیارشون قرار میدیم. خیلی هم عالی. به نظرم چیزایی که بعد میگفتیم و گفتیم، اگر که چیزی میدونین میخواین اضافه کنید، که خیلی هم عالی. من فقط کشورها رو پیدا کردم، 17 تا زبان. 17 تا زبان. پس من نزدیک بودم، گفتم 16 تا. 17 تا. میگم من چک کرده بودم ولی دقیق یادم نبود. 17 تا. خیلی خوب، این 17 تا زبان دنیا. آره، یعنی همه چیز پلتفرم حساب شده، انجام شده. فکر کنم 6 سال هم هست دارن کار میکنن. 6 سال دقیقا دارن کار میکنن و در دوران، با این که مثلا حالا در مورد کروزینگ و تراولینگ و این هست، اینا تو دوران کرونا سروایف کردن به خاطر اینکه پشتشون خیلی محکمه و سپورت بسیار عالی دارن. افرادی که دارن تو این بیزنس کار میکنن بسیار حرفه‌ای هستن و بعد یکی هم خب اونایی هم که خب پول ریختن آب و مان شدن، پوینتاشون بود. الان بله. کرونا تموم شد، الان میرن استفاده میکنن. بله، چون پوینت ها از بین نمیره به هیچ عنوان. میتونید شما دو سال سفر نکنید ولی همچنان پوینت هاتون براتون سیف، براتون تو اون صندوقه میمونه و شما هر وقت دقیقا اون زمان من گفتم آخ کاش من زودتر با این بیزنس آشنا شدم، الانم میگم کاش من قبل از کرونا با این پلتفرم آشنا شدم. آره دیگه، یه ذره کامیونیتی ما یه ذره تنبلی کرد، دیر این اپورتونیتی. خب خیلی هم عالی، مرسی از هر دوتون، مرسی که وقت گذاشتین. امیدوارم که این اپورتونیتی که اصلا نمیشه بهش نگفت، نظرتون رو جلب کرده باشه و بیان اطلاعات رو دقیق رو ازمون بگیرید. مرسی ندا جون، فاران جون، و مرسی از شما که تماشا کردین. منتظرتون هستیم. تا بعد فعلا خداحافظ. خداحافظ. خوب و خوش باشید. خداحافظ.